استعفای نخست وزیر تشکیلات خودگردان و کابینه. محمد چطایه میگوید کابینه او کنارگیری میکند تا راه را برای ترتیبات سیاسی جدید به دنبال جنگ غزه هموار کند. ننی وضعت استقالت الحکومه. استعفای کابینه را روز سه‌شنبه به رئیس تشکیلات اطلاع دادم و امروز هم کتبی. تصمیمی بر پایه تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی در ارتباط با حمله به مردم ما در غزه و تنش فزاینده در کرانه باختری و اورشلیم و مشکلات پیش روی مردم ما و آرمان فلسطینی. نظام سیاسی امان مورد حمله و تجاوزی بی سابقه و نسل‌کشی قرار گرفته. مردم در غزه دچار قحطی‌اند و شهرک‌سازی شتاب گرفته. ادامه تروریسم شهرک نشینان و نفوذ گسترده به اورشلیم و اردوگاه‌ها، شهرها و روستاهای کرانه باختری و اشغال دوباره. بعد هم خفگی اقتصادی و تلاش برای پایان دادن به اونروا، فسخ همه توافق‌های امضا شده و الحاق گام به گام همه سرزمین‌های فلسطینی و دست آخر تلاش برای تبدیل تشکیلات خودگردان به یک سازمان اداری و امنیتی بدون محتوای سیاسی. کنارگیری کابینه تشکیلات خودگردان بخشی از برنامه فشار آمریکا بر محمود عباس و تلاش جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ در غزه و کار بر روی ایجاد یک ساختار سیاسی با هدف ایجاد کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل است. کشوری که در راستای برنامه راه حل دو کشوری ایجاد شود. مرز غزه با اسرائیل. دوشنبه تانک‌های اسرائیلی به هدف‌های در غزه شلیک می‌کنند. دوشنبه نصب تابلو یادبود کسانی که در حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل کشته شدند در اسرائیل. غازی جنوب لبنان. آتش نشان‌ها در حال خاموش کردن شعله‌های آتش ناشی از حمله روز دوشنبه نیروی هوایی اسرائیل به مواضع حزب الله. حزب الله از کشته شدن 3 تن در جریان حمله به روستای نزدیک بعلبک خبر داده است. اسرائیل حمله دوشنبه را عمیق‌ترین رخنه به لبنان توصیف کرده و می‌گوید کاروانی از کامیون‌های حامل سلاح حزب الله را هدف قرار داده است. امین سلام، وزیر بازرگانی و اقتصاد لبنان در ابوظبی در حاشیه کنفرانس سازمان تجارت جهانی به مشکلات جنگ حزب الله در مرز این کشور با اسرائیل اشاره کرد و گفت این جنگ بر اقتصاد نابسامان لبنان تأثیری بسیار منفی گذاشته. امین سلام گفت لبنان در حالت جنگی به سر می‌برد و کشورش دارد بخشی از سرزمین را از دست می‌دهد.